باشم که پرت میکنم تو صورت یا. سلام، امیدوارم حالتون از هر جایی که این ویدیو رو نگاه کنید عالی باشه. خوش اومدید به یه ویدیو خیلی جذاب براتون امروز دارم که مطمئنم خوشتون میاد. بالاخره هر چیزی برای هر کسی هست توش اگر که تا آخرش نگاه کنید، که خیلی خوب میشه. همیشه تقریبا همیشه پایین شروع میکنیم و به بالا میریم که جذاب و جذاب‌تر میشه. این که چطوری بتونی جذب کنی، اولا که اینایی که میگم به همه دخترها هم در واقع اعمال میشه، هر نشنالیتی هر ملیتی که دارن، اما مختصا دخترای انگلیسی مد نظرم هستش که چون ولی خب تفاوتاشو با افرادی مثلا مثل خودم و غیره میگم توی صحبت ها یه ذره همچنین فرق داره دیگه. منتظرتون نمیذارم، بریم سر اصل مطلب، چون میدونم خیلیاتون برای کامیونیکیشن، ارتباط برقرار کردن با انگلیسی ها یا شاید هم آمریکایی ها، بعضی ها میتونم از آمریکا ممکنه نگاه کنن، چون توی اون آمارگیری یوتیوب برام میزنه که توی آمریکا آلمان هم مخاطب هست، با اینکه کانالمون در واقع فقط مختص یه وقتای بریتیش و لهجه بریتیش و آمریکایی هست. ولی اولین موردی که میخوام بهتون بگم که چی کار کنید با یه دختر کلن انگلیسی، آمریکایی یا هرچی ارتباط برقرار کنید که ایمان چه به همه، در واقع شما رو شوکه میکنه. اولین چیز اکسنت هستش. حالا بر علیه چنل و کانال خودم هم هست، حالا دیگه یه جوری میشه که شما همه میرید دیگه، منم نگاه نمی کنید، میرید به همون لحجه خودتون میچسبید. اما بذارید با تو راستگو باشم، صادق باشم، یه کمی اکسنت، اینکه واضح صحبت کنید همیشه خیلی عالیه، باید واضح صحبت کنید، ولی یه کوچولو اکسنت، یه کوچولو اکسنت برای همه جذابه. بله، یه کمی اکسنت، کسی که سعی کنه زبون خودش رو صحبت کنه و با همون اکسنتی که داره لهجه اوثنتیک و اصلی و شیرین خودش، خیلی شیرین و جذاب میتونه باشه برای هر کسی. احتمالاً برای شما هم وقتی خودتون رو بذارید جای طرف همینه. مثلا یه نفر تلاش کنه که مثلا زبون شما رو، حالا شما داره میگم شما، زبون خودمونو فارسی رو بخواد مثلا با یه لهجه خاص تلاش کنه صحبت کنه، این یک جذابیت خاصی میتونه داشته باشه. دومی، و بیش از این مطلتون نمیذارم چون خیلی بدتون میاد من زیاد حاشیه برم و الو بلو جیمبل، منم مطلتون نمیذارم، چشم، مرد همه دوست دارن، نبوی. یه فرقی بین پسر و مرد هست، مرد یا پسر، من یا بوی. دختر رو معمولا برخلاف چیزی که شما ها فکر میکنید من دوست دارن، مرد دوست دارن نه پسر. حالا این یعنی چی؟ این جزئیات داره. مثلا براتون مثال میزنم، کسی که فکر میکنه که play hard to get بکنه و حالا بیام جوابشو ندم جذب میشه، حالا بگم زنگ میزنم زنگ نزنم جذب میشه، این خبرا نیست. این کارا از همون اول میشه red flag یا پرچم قرمز رو دادید بالا. خلاصه چون اینجا نشون دادید که ثابت کردید که شما یک بوی، یک پسر کوچولو هستید، نه یه مرد. ببخشید، باید روک بهتون حرف بزنم، جنبه آموزشی داره. بیشتر اون حالت مردونگیتون رو همیشه زنا، اون زنونگیشون برای مردا قشنگه، ولی مردها برخلاف چیزی که فکر میکنید اون مردونگی و واقعی خودتون نشون بده برای زنا جذابتره. مثلا وقتی یه پسری میگه مثلا من زنگ میزنم بعد زنگ نزنه، این نشون دهنده اینه که خب اصلا حسابی روش نیست، در صورتی که کسی که شاید از اول شما حتی یکم احساسه، چون اول رابطه شما با دیگری هستش، احساس کنید که کمش زیادیه. منو ببینید، یه باطل پر آب بردم، شاید جیب اومدم نیاز به آب دارم شدید. یاد اون کلیپ افتادم که آقای محسنی بودن میگفتن که نیاز به آب داریم اینجا، ببخشید جمعه شوخی داشت. ولی پس رو حرفتون وایسین، کسی که رو حرفش وای میسه بیشتر ثابت میکنه که یک مرد هستش. این از این. بریم سراغ بعدی. خانوم ها اون چیزی رو که ندارن دنبالشن، نیاز به محافظت دارن خودشون. اگر که جنس زن همیشه لطیف تره، نمیگیم ضعیف چون بر اساس برخلاف حقوق زن هست، ولی لطافت دارن،
و دنبال تکمیل شخصیتی و وجود خودشون میگردن، پس به پروتکشن نیاز دارن. این که کریپی باشید و نمیدونم بندال و گیر ببخشید بندال شکایتی و نه شوخی میکنم ولی بندال شکایتی نباشید. من این اصطلاحو همیشه از وقتی که یادش گرفتم از یه نفر شدم بندال شکایتی همیشه بهش میخندم و میگم خودم اینکه جنبه شوخی داره، ولی بندال شکایتی نباشید. چرا؟ چون که اگه از اون اول خیلی دیگه گیر بدین که وای حالا رسیدی وای حالا نرسیدی وای این کارو نکن وای این کارو نکن وای فلان لباسو نپوش، این جنبه هم مرد آینه ایرانی داره هم انگلیسی هم، خب بعد همه اصلا اینطوری نیستن، 90% اینطوری نیستن ولی خب چرا خیلی هم هستن. پس میتونید از اینجا درس بگیرید که ببینید اول رابطه اینقدر تو نرین چون چندششون میشه، طرف دیگه بدش میاد زده میشه. شما این که مثلا یه اسمس کوچولو که مثلا فلان جا میخواستی رسیدی اوکی، امیدوارم که مثلا به سلامت برسی، امیدوارم که مثلا میگم طرف بخواد بره مسافرت have a safe journey، مثلا سفر خوبی داشته باشی، سفرت بی خطر میشه have a safe journey. اگر که خواستید به من از من که شما جملات یکی یکی رو بهتون بگم که به دختر انگلیسی چی بگید ازم درخواست کنید، یه دونه ویدیو کامل برامون میسازم. ولی این که میدونی خودتون منطقی فکر کنید دیگه، ببین مثلا اول رابطه یه نفر هی گیر بده گیر 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 که تو اینجوری باش اونجوری باش، اونم طرف میگه که اول هم تو مرحله آشنایی هستیم، شما اجازه بده هم دیگه رو بشناسیم ببینیم به درد هم میخوریم بعد بریم سراغ آخرین مرحله خیلی صفر شدن و خیلی در واقع ارتباط عمیق و گیر دادن. و حالا اینه که از این که یه کمی حالا توجه و حالت اون شخصیت و نیچر یا طبیعت غریزه محافظتگرانه بودن خودتون رو نشون بدید اوکیه، خیلی هم جذابیت داره، اما نه بیشتر فعلا، مخصوصا در اول رابطه نه بیشتر از این کار رو نکنید. خب حالا این مختصر دختر انگلیسیه که خیلی دوست دارم طرفشون فانی باشه، من و فکر میکنم شاید خیلی های دیگه اصلا خوششون نیاد، مرد یه جذابیت خاص خوش رو با من جدا هم ایرانی فکر میکنم، با اینکه قاعدتا شاید شما انتظار داشته باشید که مغز من بیشتری با فرهنگ انگلیسی در واقع چیز شده باشه، ولی من یه شخصیتا این سلیقه یه نظر شخصی خودمه که در واقع از مردی که جلف باشه به قول خودمون و بخنده و اینا خوشم میاد، ولی دخترای انگلیسی برعکسن خیلی دوست دارن پسر فانی باشه. اگه کسی فانی باشه همون اول یا ما میت، میدونی چی میگم، مثلا هیچ وقت نمیتونم روی یه مردی حساب کنم، حالا نه حالا واسه این روابط کلا حساب کنم که زیادی بگه و بخنده، اینها البته نظر شخصیه، شاید هم نباید نظر شخصی تو این درس اعمال میکرم چون قرار بود دختر خارجی باشه، ولی anyway گفتم بگم. سپرایز کردن و همه دختر رو دوست دارن، انگلیسی، آمریکایی، لبنانی، آلبانیایی، نمیدونم رومانیایی، از هر جا که فکرشو بکنی ما ایرانی ها سپرایز کردن همیشه یه جوری که از طرف آقایون خیلی تو ذهن میمونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه کار کوچیک، حتما نه اینکه خیلی بزرگ باشه، یه دیت کوچیک یا هیچی، یه کار کوچیک که همیشه تو ذهنش بمونه، حتی شما یه چیز کوچیک بگیرین یهو سورپرایزش کنین، یه مسافرت بوک کنید که خبر نداره، همچین چیزایی خیلی توی ذهنا میمونه. کسی که زیادی خودش رو جدی بگیره و اینا اصلا هیچ کس خوشش نمیاد، احساس راحتی نمیکنه. گفتم فانی مثلا از نظر من، ولی مثلا این فانی رو منظورم اینه که با اون قاطی نکنید، یا در واقع با غرور داشتن و مغرور بودن و اینا، اینکه کسی خودش زیادی بگیره در واقع خودش داره یه بلاک میکنه، سد میکنه جارو راهو برای اینکه تو قلبش توی روحش نفوذ بشه، پس این کارو نکنید. ساده برخورد کنید، ریلکس باشید، زیادی خودتون رو دست بالا در واقع نگید، انجام یک سری کارهای هرچند خیلی کوچیک برای خانم‌ها خیلی دلشون رو به دست میاره. مثلا میگم اگه سگ دارین ببرید سگ و مثلا یه بیرون ببرید
جیششو بکنه در واقع این کارا رو انجام بدید، یه چه میدونم اگر یه کاری براتون دمه مثلا آشغال رو ببرید، چه میدونم این کارا درسته خیلی کوچیکه ولی منلی بودن و مردونه بودن شما رو در واقع مطرح میکنه. پس یادتون نره که هیچ کسی از یه مردی که خیلی زیادی تنبل باشه و همه وظیفه رو بندازه رو دوش خانمش، شاید اوایلش مسئله نباشه ولی بعد از یه مدت خسته میشن ازتون، یه چیز طبیعیه که برعکسش هم باشه خسته میشه. راست موقع کادو خریدن و این صحبتو که خیلی مهمه، تو رو خدا این تدی برا رو نخرید، این خرسا رو گل و اینا رو خیلی بده، خرس نخرید تو رو خدا. ببخشید ولی خیلی داغونه این کار، ببخشید تو رو خدا بهتون بر نخورید، جنبه آموزشی رو قرار یاد بگیرید دیگه. هیچ دختر انگلیسی هم خوششون نمیاد. اگه میخواین کادو بخرید یه چیزی بخرید که ظرافت اون خانم رو دیدید و خریدید، مثل یه مثلا جوری، مثلا حالا جواهر نمیگم، برو دایموند بخر، الماس بخر، انقدر کرتا عیار بالا و اینا، نه یه چیز حتی فیک. من باشم که پرد میکنم تو صورت یارو، ولی خب فیک بخریدم طوری میگم که شوخی میکنم تو رو خدا جدی فهم بخوام بخندید، ولی چی میگن، یه چیز ظریف سنونه، حالا جواهری باشه، یه لباس خوشگلی باشه، یه چیزی اینطوری بگه، لوازمارش حتی باشه، نرید خلاصه خرس بگیرید و گل بخرید و شکلات بگیرید و خیلی اصلا قشنگ نیه. آخه یه مرد دستش خرس بگیره قابل بحث قابل بحثه. خب اگر شما سوالی دارید، چیزی دارید، این بخش دو داره. خب این فعلا فقط گذاشتم ببینم که تا اینجاش آیا استقبالی میکنید یا میاید فوشمون میدید. تو رو خدا چیز نکنید دیگه، یعنی بدونید که من به خاطر خودتون گفتم، شاید جز یکی از همون مسائل باشه که راجب فرهنگ انگلیسی بخواید بدونید. اگر که دوست داشتید بگید قسمت دوشم بذارم، این قسمت یکشه. اگر هم که دوست نداشتید که خوشبم با رعایت همه مسائل تو کامنت ها بگید که دیگه ادامه ندم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فراموش نکنید که اگر که یه لایکی بکنید ما خیلی خوشحال میشیم، یه کامنتی بذارید که واقعا سرگرم کننده از خوندن کامنتاتون، خیلی لذت میبرم از خوندن کامنتاتون. و در آخرم اینو خدمتتون عرض بکنم، اگر کامنتی هست که کسی میذاره و من نمیبینم، بعد جایی که من خیلی خوش شانسم یوتیوب الان داره یه سری از کامنت ها رو نمیدونم چرا پاک میکنه، چون خیلی من هم خیلی من خوش شانسم خدا رو شکر، همین که یوتیوب خیلی من دوست داره فکر کنم کامنت ها رو برام پاک میکنه، ولی دیدن که خیلی شاید ویو میگیرم، خیلی کامنت میگیرم، اینا شاید گفتن بذاری ذره کم بشه شوخی میکنم. anyway من اینا رو فقط برای سرگرمی و فان میذارم و اینکه کمکی کرده باشم. روزتون بخیر، خدا.